یک مزایده آنلاین الان در جریانه برای خریدن اولین توییت تاریخ اولین توییتی که جک درسی کرد نوشته بود که دارم توییترم رو رامیندازم بالاترین قیمتی هم که نفر داده الان دو میلیون و هزار دلاره دو میلیون دلار برای یک توییت اصلا یعنی چی یه نفر یه توییت رو میخره یعنی چی من علی بندری هستم تو این ویدیو میخوام NFT رو توضیح بدم اونطوری که خودم فهمیدم و اینکه وقتی یه توییت رو میخریم یعنی در واقع داریم چی رو می‌خریم؟ این NFT یه مقدار تعریف کردنش سخته یه دلیلش اینه که من متخصص بلاکچین و اینها نیستم خیلی هم خوب نمیدونم ولی فکر میکنم اون چیزی رو که فهمیدم توی این دو هفته اخیر بیام تعریف کنم بعد هرچی بیشتر یاد گرفتم اگه کنشکابیم ادامه پیدا کرد و شما هم براتون جذاب بود میام دوباره میگم این فعلا حاصل اولین برخورد منه با NFT ها NFT یعنی چی؟ یعنی non توکن. نان فانجبل یعنی اینکه فانجبل نیست فانجبل یعنی چی من معنیشو بلد نبودم تا همین دو هفته پیش یعنی اینکه مثل بیت کوین نیست که یه بیت کوین به من بدی من یه بیت کوین بتونم بهت بدم ارزش هر کدومش مخصوص به خودشه از این نظر مثل اثر هنریه مثل تابلوی مونشه مثل تابلوی بنگوگه هر کدومش ارزش خودشو داره اینا هم نان فانجبله توکن هم هست یعنی دیجیتاله مثل یه فایل دیجیتال یک اثر هنری یه گرافیک دیجیتال فرض کن که قیمت خاص خودش رو داره چرا قیمت داره به خاطر اینکه مثلا این آدم درستش کرده یا به خاطر اینکه این قصه پشتشه به دلایل مختلف این ممکنه یه قیمتی پیدا کرده باشه و در طول زمان قیمتش هم بالا رفته باشه چند تا مثال بزنیم از NFT هایی که توی این هفته های اخیر خیلی توی اخبار آمدن یه نمونهش توییت جک دورسی اولین توییتی که جک دورسی کرده 15 سال پیش این رو به عنوان یک NFT گذاشت برای فروش قیمت هم دارن میدن تا دو میلیون دلار قیمت دادن یک کسی آخرش این تویتر رو میخره یا یکی دیگه یه اثر هنری از بیپل دیجیتال آرتیستی که یکی از معروفترین آدمای NFT الان اگه معروفترین نباشه این فروش رفت در حراج کریستی به قیمت 65 میلیون دلار یا شاید یه خورده بیشتر اثر چیه یه کلاژی در واقع از 500 تا کار اولی که این آقا کرده ظرف چند سال گذشته 13 سال هر روز داره یه چیزی میسازه 500 تا اولش رو کرده یه کلاژی و این رو فروخت به قیمت 65 میلیون دلار یه آرتیستی که اصلا شناخته شده نیست نبود تا چند ماه پیش گرونترین چیزی که فروخته بود 100 دلار بود ولی 13 ساله داره هر روز یه چیزی تولید میکنه به هر دلیلی یه ارزشی درست شده پشت اسمش پشت برندش این هایپ مربوط به NFT هم که هست این اثر قیمت گرفت و فروخته شد به همچین قیمت بالایی نکته اینه حالا تا اول هر وقتی که این دست به دست بشه هر کس اینو بخره و به دیگری بفروشه یه درصدی به اون خالق اصلیش میرسه برخلاف آثار هنری شما دیگه هر چی رد و بدل کنی به مونش چیزی نمیرسه به ونگوک دیگه چیزی نمیرسه ولی به بیپل میرسه هرچی که دوباره تبادل بشه بهش میرسه این یه نکته نکته دیگه ای که متفاوتش میکنه اینه که اینجا جعلی نمیشه کرد به خاطر اینکه امنیتش و شفافیتش تضمین شده است با تکنولوژی بلاکچین همونطوری که بیت کوین رو نمیشه جعل کرد این هم نمیشه جعلش کرد شما اثر هنری رو ممکن بود بگی که اونی که اومده ارزیابی کرده شاید جنسش شیشه خورده داشته شاید اشتباه کرده شاید امضاش غلطه مثلا جل شده شاید تابلو جل شده ولی اینو نمیتونی جلش کنی چون بلاکچین ازش محافظت میکنه پیچیدگی تکنولوژی بلاکچین و اینا رو من نمیدونم نمیتونم توضیح بدم ولی من میپذیرم که همون قدری که بیت کوین امنه و شفافه این هم امنه و شفافه یه مثال دیگه که کمک میکنه NFT ها رو بهتر بفهمیم مثال مثل امضایی که از یه شخصیتی ممکنه بگیری در یک روی یه چیز خاصی مثلا چی مثلا فرض کن پیرنی که مهدوی کیو پوشیده بود تو بازی ایران آمریکا و باهاش گل زد به آمریکا اون پیرن با امضای مهدی دیگه چیزی شبیه اون نیست اونو نمیتونی با چیزی معاوضه کنی اون یه چیز خاصیه قیمت خاص خودش رو داره قیمتش چقدره هر چقدر که من حاضر بشم براش بدم امروز یه چیز فردا که بیاد ممکنه قیمت بالاتر بده و ممکنه من بهش بفروشم این همینطوری هی به مرور زمان ارزش پیدا میکنه هر چی برند مهدوی کیا قوی تر بشه اون ارزشش بالاتر میره اینجا هم همینطوره هرچی برند توییتر قوی تر بشه حالا اصلا توییتر بذار بیایم بیرون یه یوتیوبری لوگان پال اونم NFT خودش رو درست کرد و فروخت من اصلا اونطوری بود که متوجه این پدیده شدن دو هفته پیش هرچی اون برندش قوی تر بشه یه سری از طرفداراش رفتن خریدن دیگه هر چی قوی تر بشه قیمت اونا میره بالاتر پس اولا طرفداراش الان انگار سرمایه گذاری کردن تو این آدم اینا هم الان بردشون در اینه که این معروفتر بشه محبوبتر بشه که این توکن هایی که این از ازش دارن ارزش بیشتری پیدا کنه بر همین یه گروه دیگری که در کنار دیجیتال آرتیست ها میتونن خیلی بهره ببرن از NFT ها کسایی که کامیونیتی خیلی قوی دارن برای اونا هم به نظر میرسه که دنیای جدیدی باز کنه NFT پیچیده البته هست واقعا چون واقعا چیو داری میخری وقتی اینو میخری چون اون فایله رو که داری نمیخری مثلا شما موزیک وقتی میرفتی یه سی دی میخریدی یا آلبوم موزیک میخریدی یه فایلی رو میخریدی دیگه ولی اینجا چیزی که داری میخری اون فایل نیست اون فایل رو دیگران هم ممکنه داشته باشن مثلا فایل یه فایل جی پی دیگه همه جا هست شما مالکیت اونو داری مثل اینی که حالا میگم مثل اینی که نه اینکه دقیقا ولی یه تشبیهی که شاید کمک کنه تو موزیک شما میرفتی فایل رو میخری ولی مسترش که مال شما نبود که اینجا انگار مسترش مال شماست ابسترکت از خود فایل رو خریدنه مالکیت توییت مال شما میشه و همینطور که گفتم یه جذابیتش اینه که تا ابد حالا هینا هی وقتی که دست به دست بشه یه درصدی شاید ده درصد اگه اشتباه نکنم میرسه به اون خالق اصلی خیلی دنیای جذابیه خیلی دنیای سریعا در حال رشدیه کسایی که الان دیگه خیلی دربارش میدونن و میگن ما از اول تو این دنیا بودیم مثلا 2017 و 2018 توش بودن دیگه اینا واقعا از اول 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 قصه توش بودن یعنی خیلی تازه و جوونه خیلی نکته برای یاد گرفتن داره بسیار به نظر میرسه درای جدید داره باز میکنه واسه این کارهایی که گفتیم برای کارهای خیریه برای فاندریزینگ های سیاسی توی کشورهایی که این کار انجام میشه دنیای یه مقدار پیچیده هست ولی دنیای بسیار جالبی به نظر میرسه منم خیلی نمیدونم اون چیزی رو که میدونستم آمدم اینجا گفتم تو این چند دقیقه امیدوارم برای شما هم جذاب بوده باشه اگر بود بگید منم اگر که کنجکاویم همچنان ادامه داشت میرم بیشتر میخونم بیشتر سردر میانم و دربارش اینجا بیشتر صحبت میکنیم من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس